عزیزانم، امیدوارم حالتون خوب و خوش و سلامت و سرزنده باشید. با ویدیوی دیگر از سری ویدیوهای علوم غریبه لایتناهی در خدمتتون هستم. بازم دیر به دیر و دلیلش رو هم بهتون گفته بودم. عزیزانی که دنبال کننده کانال من هستید، لطفاً دکمه سابسکرایب بزنن، دنبال کنن، برای من کامنت بنویسید. خوشحال میشم اگر چیزی طلبی چیزی یکی از عزیزان رو دیده بودم که برای من نوشته بود برای ما آموزش تلسم مرگ بذارید، که من مخلص همتون هستم و اینو معذرت میخوام نمیتونم انجام بدم. بازم با بزرگی خودتون من رو ببخشید، تلسم مرگ رو نمیتونم. عزیزان زنگوله رو فعال کنید اگر دوست داشتید ویدیو رو به اشتراک بگذارید که عزیزان بیشتری بتونن از این ویدیو استفاده کنن و بریم سراغ آموزش ویدیو. عزیزان من چیزهایی که براتون آوردم توصیه هایی هستند که خیلی 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 مهم هستند، اونها رو جدی بگیرید. توصیه های من برای شما اینها هستند و ولی الان توی این ویدیو براتون توضیحاتشون نمیدم، فقط میگم چی هستن و اگر دوست داشتید بدونید چی هست برای من کامنت بگذارید که و بگید که میخواید بدونید یا خیر. اولین توصیه که براتون دارم، عزیزانی که زیاد ییتون براشون میاد، اینو میگم بهش میگن بختک هم بعضیا، نمیخوام بشکافم اینو، اونا که خفه میشن تو خواب، سعی کنن به کمر نخوابید. این چیزی که از قدیم گفتن خواب پیغمبران است و اینجور چیزا بذاریدش کنار. پیغمبران مگه اینجوری میخوابه؟ مگه کسی دید اینجوری میخوابه؟ مگه تو کتابی نوشتن که پیغمبر چجوری میخوابه؟ حالا در هر صورت سعی کنید به کمر نخوابید و بعد از اون وقتی یه علامت میسم ازش نصف شب، وقتی نصف شب بیدار میشید، وقتی نصف شب بیدار میشید و اون حالتی که از اون بیدار شدید به پهلوی سمت راست به پهلوی سمت چپ هر حالتی که خوابیده بودید رو حفظ کنید، سعی کنید بلند بشید و یه دوری بزنید و وقتی برگشتید دقیقاً به همون حالت بخوابید. گفتم اگر دوست دارید بدونید دلایلشون چی هست برای من کامنت بذارید که بدونم و ببینم چقدر چند تاتون میخوان که براشون توضیح بدم. اگر خوابی رو توی طلوع فجر، طلوع فجر یعنی دمدمای صبح دیدید، سعی کنید برای هیچ کسی جز اونی که تعبیر خواب میکنه تعریف نکنید. خانم های گرامی، روژه لب قرمز غروب ها نزنید حد الامکان. سعی کنید وقتی آتش روشن میکنید حد الامکان کنار دیوار باشه، نه بچسبونید به دیوار سیاه کنید دیوارو، این دیواری باشه، اگر هم چهار دیوار خیلی بهتره، ولی اگر جایی بودید که یک دونه دیوار بود میتونید اونجا روشن کنید، خیلی بهتر هست. و صبح یا هر زمانی که بیدار شدید، مخصوصا صبح، یکی دو دقیقه در حالی که چشماتون باز باشن بمونید توی رخت خواب، بعد بلند بشید. اوکی؟ وقتی زیاد از حد عرق کردید و از بیرون می آید یا در هر صورت زیاد عرق کردید، حتما بذارید عرقتون خشک بشه بعد برید حموم کنید، نه با اینکه همون عرق کردید و مستقیم برید حموم کنید. این خیلی مهمه، این نکات کلیدی هستن و جایی فکر نکنم کسی اومده توی علوم غریبه یا جایی اومده در موردشون گفته. گفتم بهتون من چیزهایی که واقعا مهم هستن رو براتون میارم. دوستتون دارم خیلی زیاد، اندازه وزش باد. خدا بزرگ زمان.